روز 15 اکتبر 23 مهر ماه روز جهانی عصای سفید. این روز در جهت اهمیت به نابینایان و کمبینایان، توجه بیشتر به مشکلات آنها و ایجاد محیط‌های مناسب برای استفاده کنندگان از عصای سفید است. بر اساس گزارش رسمی سازمان بهداشت جهانی، 285 میلیون نفر از مشکلات بینایی رنج می‌برند. 39 میلیون نفر از این جمعیت کاملاً نابینا و بقیه کمبینا هستند. اکثر مبتلایان به نابینایی یا ضعف بینایی در حال حاضر و در آینده از ساکنان کشورهای جنوب آسیا هستند و خواهند بود و زنان با آمار 54% بیش از مردان مبتلا می شوند. اغلب نابینایی ها در کشورهای توسعه نیافته به دلیل عفونت ها و بیماری ها ایجاد می شود. اما بیشتر نابینایی های ایران به دلیل حوادث حین کار و تصادفات اتفاق می افتد. بر اساس آمارهای سازمان بهزیستی ایران در سال 1398، 1,410,000 معلول در حوزه توانبخشی تحت پوشش این سازمان هستند که 155,000 نفر از آنها را نابینایان تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر 10% از معلولان تحت پوشش این سازمان نابینا هستند که 55,000 نفر از آنها را زنان و 101,000 نفرشان را مردان تشکیل می دهند. همچنین حدود 7,000 نفر یا 35% از نابینایان دانشجو هستند. از عمده معضلات نابینایان در سطح کشور می توان به موارد زیر اشاره نمود: عدم استخدام و جذب شهروندان نابینا و کمبینا، نامناسب بودن وضعیت آموزش و مدارک و کمبود امکانات پرورشی، عدم دسترسی مناسب به اماکن عمومی، همچون پارک‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌ها، ترابری‌ها، اداره‌ها و غیره، عدم وجود خط بریل یا هشدار دهنده در ساختمان‌ها و مراکز راهنما به عنوان راهنما. ماده 28 آیین‌نامه داخلی مجلس که نابینایان را از کاندیداتوری مجلس محروم کرده باید اصلاح شود تا نابینایان هم با توجه به تکنولوژی و نرم‌افزارهای پیشرفته بتوانند برای نمایندگی مجلس حضور یابند و مجلس نباید این حق را از نابینایان بگیرد. ماده 1 و 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر به عدم تبعیض و برابری تمام انسان‌ها اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که انسان باید فارغ از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردند. ماده 17 کنوانسیون حقوق معلولین به صراحت اعلام می کند که هر فرد دارای معلولیت از حق احترام به شأن جسمانی و روحی خود بر مبنای برابر با سایرین برخوردار می باشد. ماده 19 کنوانسیون حقوق معلولین اعلام می‌دارد که دولت‌های عضو این کنوانسیون حقوق برابر را جهت تمامی افراد دارای معلولیت در مورد زندگی در جامعه با شرایط برابر نسبت به سایرین به رسمیت خواهند شناخت و تدابیر مناسب و مؤثر را جهت تسهیل در بهره‌مندی کامل افراد دارای معلولیت از این حق و حضور و مشارکت کامل آنها را در جامعه فراهم نمایند. سند 2030 نیز در بندهای 3، 4 و 5 به موضوعاتی همچون تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه، دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران اشاره می‌کند.
نابینایان حق بهره‌گیری از کلیه امکانات رفاهی معمول در جامعه را دارند و دولت‌ها موظف به ارائه خدمات رفاهی و آسایش به آنها هستند. تمام مردم در سراسر جهان باید به حقوق اجتماعی و شهروندی نابینایان احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند.